طرف به امیرالمومنین گفت شما برترید یا جناب آدم ابوالبشر؟ حضرت فرمود چرا خودت اذیت میکنی؟ آدم برتر بود یا جناب نوح؟ گفت نوح برتر بود. فرمود ما رو با نوح مقایسه کن نه با آدم. خودت قبول داری جناب آدم در برابر نوح در وادی انبیا منزلت؟ نه. پس ما رو بشین با نوح مقایسه کن. گفت من گفتم کارت سخت نشه، علی تو برتری یا نوح شیخ الانبیا؟ حضرت فرمود من. گفت از کجا میگی تو برتری؟ فرمود جناب نوح طاقتش که از دست قومش طاق شد، نفرین کرد، بلا نازل شد، همشونو برداشت. این قوم بیش از قوم نوح منو اذیت کردن، اما من اینا رو نفرین نکردم. من صبرم از صبر نوح اعلاتره. گفت تو برتری یا جناب ابراهیم؟ امیرالمومنین فرمود من. گفت از کجا میگی تو برتری؟ فرمود به گزارش قرآن ابراهیم به خدا گفت مرده رو چجوری زنده میکنی؟ جواب اومد مگه باور نداری؟ گفت خدایا قبول دارم، از باب اطمینان فزونتر طلب میکنم. خدا بهش فرمود 4 تا پرنده رو بردار چنین کن تا چنان بنمایی، بعدم ببینی مرده رو چجوری زنده میکنی. فرمود اما من معرفتی به خدا دارم که اگه حجابای عالمم بره کنار، نه چیزی به معرفت و یقین علی اضافه بشه، نه چیزی از یقین و معرفت علی کم بشه. علی تو برتری؟ موسی فرمود من. از کجا میگی؟ فرمود یه مش زده بود آشپز فرعون رو کشته بود، بهش میگفتن برگرد میهراسید. آیات سوره براءت رو که پیغمبر داد به من، گفت باید بری رو پشت بوم کعبه واسی بخونی. من حاضر شدم برام مردمی آیات رو بخوانم که یا باباشون رو من کشته بودم، یا پسرشون رو من کشته بودم، یا برادرشون رو کشته بودم، از هیچ کدومشون هم نمیترسیدم. گفت تو برتری عیسی؟ حضرت فرمود من. گفت از کجا میگی تو برتری؟ فرمود عالم و آدم دیگه میدونن عیسی که میخواست دنیا بیاد، خدا به مادر عیسی گفت برو بیرون. علی که میخواست دنیا بیاد، دیوار کعبش هم حق باز کرد، مادر علی رو به اندرون کعبه دعوت کرد. علی باید خانزاد ما باشد. این علی ابن ابی طالبه.